دوستان درود بر شما. آیا شما از آن دسته افرادی هستید که فقط طعم و عطر دارچین را در کلوچه های دارچینی میپسندند؟ اگر اینطور است باید بدانید که در واقع دارچین برای سلامت تمام بدن بسیار مفید است. پس بیایید با هم نگاه دقیق تری به خواص دارچین بیاندازیم. هزاران سال است که بشر از دارچین برای طعم دادن به غذا استفاده میکند. البته باید گفت که خواص دارچین محدود به عطر و طعم دادن به غذا نمی شود. این ماده خوراکی دارای مصارف درمانی متعددی است و علاوه در جشن ها و آداب سنتی بسیاری از کشورها نیز کاربرد دارد. در گذشته نیز از این ماده به عنوان دارویی برای درمان بیماری‌های گوارشی و به عنوان رایحه در مراسم های آیینی در روم باستان استفاده می شده است. امروز تحقیقات علمی خواص دارچین در حفظ سلامتی بدن را تایید می کند. این ادویه خوش عطر از پوسته های درخت دارچین گرفته می شود. چوب دارچین از طریق کندن پوسته های تنه درخت دارچین و خشک کردن آنها به دست می آید. این چوب ها را نیز می توان برای به دست آوردن پودر دارچین آسیاب کرد. قسمت روغنی دارچین که بو و طعم شیرین و تند منحصر به فرد دارچین را به آن می دهد، ماده‌ای به نام سینامالدهید است. به نظر می رسد همین ماده بیشترین و مؤثرترین نقش را در اثر و فواید قدرتمند دارچین برای سلامتی انسان داشته باشد. به این موضوع دقت کنید که چون حتی استفاده بسیار کم دارچین در تهیه غذا تاثیر زیادی در طعم غذا دارد، به همین خاطر معمولاً از دارچین در برنامه غذایی خود به مقدار بسیار کمی استفاده می‌کنیم. بنابراین با مصرف این مقدار بسیار کم مواد مغذی قابل توجهی از طریق مصرف دارچین دریافت نمی‌کنیم. به همین دلیل باید حتما غذاهای متنوع دیگری را که سرشار از ریز مغذی ها هستند در رژیم غذایی خود بگنجانیم و طبیعتاً برای دریافت ریز مغذی ها تنها به دارچین اکتفا نکنیم. شاید بتوان گفت مهمترین نقش دارچین در سلامتی تأثیر آن در کنترل دیابت است. این ماده میتواند باعث بهبود علائم دیابت نوع 2 از طریق بهبود حساسیت به انسولین و سطح کلسترول شود. به نظر میرسد دارچین اثرات انسولین را تقلید کرده و به بدن اجازه خروج گلوکز از جریان خون را میدهد. همچنین تحقیقات نشان دادند که این ماده سطح کلسترول خون را کاهش میدهد که ممکن است سطح آن در افراد دیابتی نسبت به سایر افراد نامنظم باشد. دارچین میتواند تعادل قند را در مغز بهبود بخشد که این امر به بهبود عملکردهای شناختی کمک میکند. مطالعات روی حیوانات نشان میدهد که این ماده به تنهایی از سلولهای مغز در برابر اثرات مضر رژیم غذایی با قند بالا از جمله سطوح بالای قند خون و کاهش مصرف قند در سلولهای مغز محافظت میکند. دارچین میتواند به کاهش وزن و درمان چاقی کمک کند. حتی در افراد سالم نوشیدن چای دارچین بعد از شام میتواند سطح قند خون را در شب کاهش دهد. گیاهان و ادویه ها اغلب حاوی آنتی اکسیدان هستند. آنتی اکسیدان ها ترکیبات قدرتمندی هستند که میتوانند خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش دهند. در واقع همانطور که قبلا ذکر شد، به نظر می رسد که مزایای دارچین در نتیجه وجود یکی از ترکیبات آنتی اکسیدانی آن، یعنی سینامالدهید است که به دارچین عطر و طعم غنی داده و التهاب را کاهش می دهد. دارچین جزء اصلی رژیم غذایی مدیترانه است. این رژیم غذایی یک روش آشپزی سالم برای سلامت قلب است که بر استفاده از گیاهان و ادویه ها تاکید دارد. مصرف مقادیر معمولی دارچین به ندرت می تواند تاثیر زیادی در درمان بیماری ها داشته باشد. همچنین خوردن مقدار زیادی از آن نیز ایده خوبی نیست. و در پایان اگر شما هم تجربه در این مورد دارید، در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید و برای حمایت از ما تنها کافی است این ویدیو را لایک کنید.